شما هموطنان عزیز در سراسر جهان. امیدوارم در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت و پاینده و برقرار باشید. در خدمت شما هستیم در شبکه جهانی تلویزیون امید ایران و در برنامه پل پیروزی The Bridge of Victory. همطور که میدانید این برنامه توسط من و همچنین همکار و دوست بسیار عزیز من آقای مهندس جهانگیر اردلان تهیه و اجرا میشه و ممنونم از این چند سال سابقه این برنامه تلویزیونی که جز پربیننده ترین برنامه‌های تلویزیونی خارج از کشور هست بدون تعارف توسط آقای مهندس جهانگیر اردلان تهیه میشه. به هر حال ممنونم. خب اما در برنامه امروز یک مصاحبه آنچنانی داریم، یک گفتگوی آنچنانی داریم در رابطه با یک خدمت شما عرض کنم مؤسسه بسیار مهم جهانی که همه شما اسمش رو میدونید ولی شاید اطلاعات کافی در این زمینه ندارید و میدونم شما جوانها به خصوص خیلی بیشتر دوست دارید که راجع به این کمپانی بدونید، کمپانی بوئینگ. و امروز مهمان عزیزی داریم که مهمان برنامه امروز ما هستن، اما از کجا در چه قسمتی و چه سمتی خودشون حتما خودشون معرفی خواهند کرد و به عرض شما خواهند رسوند. بله، خب من هم به نوبه خودم عرض سلام می‌دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی تلویزیون امید ایران. هر کجای دنیا هستید خوب و خوش و سلامت باشید و دنیا به کامتون باشه. بله، همینجوری که آقای رفیعی فرمودن واقعا بوئینگ الان آندر فایر بوده و هست و چه بسا که یک خانم ایرانی موفق در بوئینگ که اخیراً هم واقعا پروموشن گرفتن و باعث افتخار ما جامعه ایرانی هستن، برای بار دوم دعوت کردیم و تشریف آوردن اینجا. بسیار خوش آمدید خانم عزیزی. سلام آقای مهندس جهانگیر و سلام آقای نادر رفیعی. ما هم اول خیلی تشکر کنم که خیلی لطف کردین، خیلی محبت کردین که من رو دعوت کردین به پل پیروز و امیدوارم که بهترین آرزوها به شما برسه و دوستای عزیزتون و فامیل عزیزتون. خب خیلی ممنونم که تشریف آوردید. مرسی از اینکه در جامعه ایرانی تونستی موفق بشی. دوست دارم خودتو کاملا معرفی بکنی. باش. در چشم. کجا به دنیا آمدی؟ بله. بابا و مامان کارشون چی بوده قبل؟ باش. من تو سان فرانسیسکو دنیا آمدم، بزرگ شدم. سلام آمریکا به دنیا. بله. یک همین فارسی هم خوب نیست. بله. خیلی خوبه. همین خیلی خوبه. مرسی داشتون لطف داری. بعد من رفتم دانشگاه UC Irvine، هم لیسانس گرفتم، با فول لیسانس گرفتم. مامانم برای منیجر تو بانک کار میکنه، بابا هم مهندس ساختمونه و کالچنس کار میکنه. بعد من خودم رفتم مهندسی برق خوندم. بله. بعد الان ساینتیستم، تازه الان منیجر شدم تو بوئینگ، قسمت دیفنس هستم، بیشتر تو ساتلایت با فضا کار میکنیم الان. خب خیلی جالبه. بله الان 22 نفر کارمند دارم زیر دستم که الان خیلی پروژکت ها اجرا میکنیم کار میکنیم. چند وقته که الان سوپروایزر شدین؟ الان تازگی 6 ماه پیش، ولی کاملا من 6 سال برای بوئینگ کار کردم. با یه کمپانی داری کار میکنین که شهرت جهانی داره. Everybody knows about this company. بله درسته. و خیلی سوالاتی دارم در این زمینه که دوست دارم بدونم، اما بنده به اقتضای بعضی موقع که پرواز میرم آشنایی کامل به این صورت تا اندازه دارم ازش، تا اندازه. خب سوال من این هستش که کارخونه بوئینگ متعلق به کدوم کشوره که میدونیم؟ آمریکا هستش. چند سال هست که بنا شد؟ الان بوئینگ تازگی با 100 سال سلبریت کردیم. بوئینگ خیلی وقت اینجا بوده و خیلی دیفرنت پرادکت هواپیما هم درست کرده. مثبت که الان این اتفاق الان راجبش بعدن حرف میزنیم شده، اتفاقی افتاده، ولی بوئینگ خیلی سالا اینجا بود، بیشتر از 100 سال. سینگل انجین های هواپیماهایی که از 100 سال پیش آغاز به کار کرد آمد با بوئینگ ساخته شده. بله، درسته. از کار و هنوز هم سسنا و دایموند و خدمت شما عرض کنم پایپر و اینا همه با بوئینگ هستش. بله درسته. هواپیمای جنگی F4 از F ها گرفته تا F32 که الان C3 آخرینش هستش، C4 F34. بله. بله. اینا هم هنوز مال بوئینگ هستش. بله.
کارخونه بوئینگ با ایرباس چه فرقی داره؟ اگه آنس بشم میشه یکیه، بلکه قبلا تو بوئینگ با ایرباس با هم کار میکردن، بعد خیلی قسمت که کامپیتیشن شد دیگه ایرباس دیگه شعبه خودش شده. ایرباس مال اروپاست. اروپاست درسته. فکر کنم مثل یورپین ورژن بوئینگ. فرقش نیست زیاد از در نظر چرا با هم دیگه کار نمیکنن؟ هر کدوم الان دیگه بیشتر ماهان پول در بیارن. اتفاقا با مزه بود، من یه دونه همکار داشتم خیلی اطلاعات به ایرباس داده برای سالولای، بعد دیگه ما کامپیتیشن رو خودشون درست کنن دیگه. قانونی درسته؟ از قانونی بله درسته، اشکالی نداره، اشکال نداره، بلکه کانفلیکت اف اینترست قبلا نبود، ولی دیگه الان دیگه کمتر کانفلیکت اف اینترست با سکیوریتی آمریکا اینا دیگه. یعنی شما الان که در بوئینگ کار میکنی میتونی فردا بری تو ایرباس هم کار کنی؟ الان میتونم برم کار کنم ولی سایمالتینیسلی نه. میتونم کویت کنم بوئینگ و برم ایرباس کار کنم. Okay. ولی it's gonna be the same environment, same nice. culture. که you have to do it once, first pass success میگه. من برمیگردم به سوال اول آقای نادررفی، پوزیشن اصلی شما الان تو بوئینگ چی هستش؟ کارتون چی هست؟ من الان منیجرم. منیجر چه قسمتی هست؟ الکترونیکس برای دیجیتال پیلود هستم. اونجا 22 نفر کارمند دارم، همین انتنا دیزاین میکنیم. اوکی. بله. یه مقداری توضیح بدم. ما قسمت ساتلایت هستیم که انتنا دیجیتال پیلود، میخواست عکس نشون بدم، عکس اولی که دیجیتال پیلود درست میکنیم که بهتر کامیونیکیشن برای کشور را بفرستیم. سو بهتر کامیونیکیشن، یکی رو تلفنش هست تو آفریقا میتونه با تلفن حرف بزنه، سو اون دیتا که استریم میکنه از ساتلایت کامیونیکیشن سیستم، من قسمت اون هستم. خب چه ربطی به بوئینگ داره؟ بوئینگ تو دیفنس، این یه دونه پورتفولیوشه، پورتفولیو قوی‌تری بوئینگ مار هواپیماست. اینی که ایشون دارن میگن 25 سال پیش این ساخته شده و برای ارتش ساخته شده، درسته؟ بله. برای مسائل جاسوسی و ارتش آمریکا ساخته شده و بعد از 25 سال این رو به اصطلاح چیز بکنن برای تمام دنیا که ازش استفاده بکنن، مثل بقیه چیزها دیگه در حال همیشه هوایی، مثل گوگل که الان الان در گوگل بعد اگه برگردید خیلی، الان در گوگل وقتی شما یه آدرس رو میزنید میرید عکس رو نشون میده، ولی در حال حاضر برای ارتش آمریکا و برای CIA لایف شما میتونی ببینید، یعنی از لایسنس ماشین، درست میکنم، از لایسنس ماشین قشنگ میتونید ماشینی که جلو منزل شما هست قشنگ میتونید اونو شمارش رو ببینی، قشنگ بیای عقب تا تمام کار رو ببینید. الان به این صورت شده با لنز و زوم های قوی که دارم. الان تکنولوژی خیلی پیشرفت کرد، اصلا با این نویگیشن هایی که تو ماشین هایی که الان استفاده میکنن، میگم به هر حال اونم باز یک درسته، همش از ساتلایت کامیونیکیشن. شما الان قدیم، یعنی 10 سال 15 سال 20 سال پیش هواپیما همه نویگیشن داشتن، بله، اتومبیل ها نداشتن، اجازه نداشتن که اتومبیل ها داشته باشن که از نظر مسائل ارتش و اینا که مثلا کشوری با کشوری جنگ میکنه به خاطر همون نویگیشن میتونه آشنایی پیدا بکنه چجوری بره و وارد بشه یا از جنگی استفاده کنن، اجازه نداشتن ولی هواپیما ها داشتن. بله. خب این برنامه امروز آقای مهندس اردلان یه خود در سکوت خواهند تمام برنامه‌ای که شما رو خوشحال کنم فادرز دی اکثر از طرف خودم به شما گفت در رابطه با مهندسین. خب ما که چیزی نمی‌دونیم راجع به مهندسی، اینطوری میشینیم ایشون هم شروع میکنن تازیدن و اصطلاحات مهندسی و کارهای مهندسی و خب اینا واردن دیگه، اولین شهر اولین مهندس شهرداری لس آنجلس بوده، سالها تجربه داره، خیلی هم شاگردش بودن. ما تو این برنامه ساکت میشیم، امروز ایشون حالا باید بشینه واسه اینه میگن آقا مزن بر سر ناتوان دست زور، یه همچی چیزی پیش میاد. من خودم میشه دعوت کردم با دست خودتو، خواستم یه گیفتی به شما بدم. خیلی هم ممنون. حالا بعد آقای نافع میتونه بعدا حتما خلبانیش بعدا توضیح بده. خب بسیار جالبه، فانتوم هایی که ساخته میشه بله با توسط کارخونه بوئینگ، درسته؟ بله درسته.
کارخونه بوئینگ تا چه اندازه دسترسی داره برای ساختن اینا؟ آیا فقط قسمت موتور رو داره تنظیم میکنه یا از نظر کامپیوترایز خود دستگاهی که در داخل فانتوم هست؟ همون هست، همش کامپیوترایزه. بوئینگ اینجور هست که با همه سپلایر کار میکنه، مثل موتور از جنرال الکتریک یا جنرال موتور میگیره، یا انترتینمنت سیستم از پاناسونیک میگیره. این همه سپلایر دیل میکنه، بعد اینطوری اینتگریت میشه. بیشتر بوئینگ زیاد بیشتر فکر کنم مثل ما زیاد انالایز میکنه، سیمیلیت کنم که اولین بار که این تیک آف کنه یا سادلایت میفرسی تو فضا کار کنه، اون بیشتر تو اون قسمت هستیم. دیزاینش شما هست، سیستمش هست، بله. برای همین نسبت میرسه به مثل درست کردن پارتس و اینا، دیگه ما بیم به سپلایر مثل جنرال موتورز برای موتور و اینطورا ارزون تر میشه. آیا اتومبیلی هم بوئینگ ساخته؟ هنوز نه، ولی تصمیم داره بسازه. تصمیم دارم، بله. درسته. بله. حالا این سوالی که من دارم، این کامپرسن با توجه به برحال اکسپریانسی که شما کردید، بله، بین ایرباس و بوئینگ، بله، اگر چویس به شما بدن کدوم؟ البته میدونم برای بوئینگ کار میکنین، بله، سوال درستی نیست، شما میگین بوئینگ، بله، اما واقعا این جنرال، بله، چی فکر میکنین؟ به نظر من بوئینگ بیشتر از طرف سیفتی میگی یا از طرف بوث؟ از طرف سیفتی میگم بوئینگ. چرا؟ بکه بیشتر ریکوایرمنت داریم، بیشتر سکرینینگ داریم، بیشتر کلچرمون هست که خیلی باید مطالعه کنیم قبل از این دیزاین رو ریلیس کنیم. ایرباس کمتر ریستریکشن داره، ولی ایرباس هم خوب هست. اگر راست اما چرا پس این اخیراً این دیفکت هایی که شد و الان چندین کراش داشتیم؟ دو تا کراش تازه. 747 under هنوزم under investigation دیگه، بله. میخوان اسمشو میخوان عوض کنن تا چیزایی که من شنیدم. بله. این جریانش یه مقداری بگین که باشه. مردم آگاه تر متاسفانه some features were overlooked، like اون extra feature که safety بود آپشن بیشتر باید پول میدادن ایرلاین ها، بعد پایلت هاشون خلبانشون هم ترین نبودن که این آتو سیستم رو دیسیبل کنن تو هوا بودن، و یک فکسی پیدا کردن که میگن سافتور فکس که اپگرید کنن، میگن درست میشه، ولی دیگه همش دیگه به تراست پابلیک هست. بعد بوئینگ از اول بعد اپولوجایز میکردن و اول ترانسپرنت میشدن که نبودن، همش هیدن بود و اینا، و تازه به ما میگفتن زیاد بر ادورتایز نکنید که بر بوئینگ کار میکنین، این چیزا به ما گفتن. ولی آره متاسفانه این اتفاق شده، ولی من خیلی کانفیدنت هستم که بوئینگ این مشکل رو پیدا کردن و میتونن فیکسش کنن، ولی دیگه همش به تراست مردم هست، به اعتماد مردم. اما اسمش داره عوض میشه، 747 داره اسمش عوض میشه، بله، که بیشتر مردم ها که مثل میخوان بوک کنن فلایتشون نگن آه این 37 اون مموری نباشه که 737 دیگه رپیتیشن خراب میشه دیگه، بر اون رپیتیشن مثلا میکنن 747 ولی قطعاً از نظر مکانیزم عوض خواهد شد، سافتوری که راجع به صحبت کردن سافتور عوض خواهد شد، بله. قطعا از نظر اتوپایلوت سیستمی که گذاشتن براش اون عوض خواهد شد، برای اینکه تمام این حوادث موقع اتوپایلوت صورت میگرفته، یعنی اتوپایلوت گم میکرده خودش رو که این داره تیک آف میکنه، داره مستقیم میره، داره میاد زمین، قاطی میکرده، و اصولا خلبان های تقریبا تازه کار با اتوپایلوت مثل آقای نادرفی، من هواپیمابنده اتوپایلوت داره، ولی اصلا عشقش اینه که آدم اینو به تیک آف و لندینگ بکنه، یعنی کسی که میره سوار هواپیمای سسنا و پایپر و سینگل انجین یا دبل انجین میشینه، اصلا لذتش به اینه که ببره بالا بیاره پایین، اگر اتوپایلوت دیگه مزه نداره اصلا، یعنی موتورهای سه چرخه‌ای که آوردن دیگه اصلا موتور نیست، که موتور اینه که دو تا پات بیاد رو زمین موتور سواری بکنه. یه مقداری برای بینندگان هم بیشتر توضیح بدی، وقتی میگن اتوپایلوت یعنی این که یعنی شما زمانی که خود سیستم خودش بلند میشه و خودش میشینه و اتوپایلوت خودش میشینه زمین، ولی اتوپایلوت ببینید کنکوردی که آتیش گرفت وقتی داشت پرواز میکرد یکی از اشکالات بزرگی بود رو اتوپایلوت بود، اگه دست خلبان بود قبل از اینکه لندینگ به سر تیک آف بکنه نمیذاش بره تیک آف بکنه و همین زمین دیگر ایاتون باشه یه چیز با یه چیزی که روی باند بودش تو رانگوی بودش وقتی میرفته برخورد کرد که آتیش گرفت و
بعدش هم دیگه اصلا کارخونه کنکور به اصطلاح ورشکست شد و دیگه دیسکانتینیو کردش. اون فریکشنی که بین تایر، یعنی اون وزن هواپیما واقعا روی این چند تا تایر زیادم بزرگ نیست، واقعا کوچولو، چه فریکشنی ایجاد میکنه؟ و اگر تمام اینا حساب شده، وقتی خود خربان داره این کار انجام میدیدین، بعضی موقع یه دفعه وقتی میشینن دیدین یه دفعه یک صدا و یک ایمپکت چیزی میذاره روش، مثلا probably مثلا خلبان زیاد آشنایی تسلط کامل نداشته یا نداره، یا کسی که میبینین چقدر اسموت داره میشینه، میبینین که همه دست میزنن و همه هنوزم واقعا این رسم هستش. بعضی خیلی خوب میشینن، بعضی هاپما رو میکوبونن زمین. آره همین، شما فکر کنو از اونایی هستین که میکوبونه نخی خوب میشین. نه خیلی ما برای همین مشکلی هست که همش آتوه، ما دیپندیم رو آتو و ما فکر نمی کنیم و این اشتباه میفته، اتفاق میفته. برای این پایلت ها که این هواپیما خیلی خوب بود، 737 MAX، حالا خداییشه خیلی افیشنت بود، بیشتر میتونه ترافل کنه بدون فیول، خیلی پیشرفت میشد. ولی یه چیزی که بعضی ها فکر میکنن که هواپیما این اتومبیله، وقتی که لندینگ میکنه و هواپیما استاپ میکنه با ترمزه، این درست نیست. بخش شاید 20% با ترمز هواپیما کار میکنه، ولی 70-80% بقیهش اینه که اگه شما بال هواپیما رو نگاه کرده باشید، وقتی که میشینه بر میگردونه پشتشو که باد رو از طریق باد استاپ بکنه و به اصطلاح دور انجین رو کم میکنه به جای اینکه گاز بده، و سعی میکنه که اینو دوباره بکشه بالا. همین که هواپیما دور موتورش آهسته است، کمه و میخواد خودشو بکشه بالا، خود اینم از سرعت کم میکنه. بله متوجه؟ بله. یعنی چیز معکوس داره. بله. که بخواد وایسه. مثلا بعضی‌ها فکر کنند هواپیما وقتی که داره میره لندینگ میکنه با ترمزی که وامیسته، در اینکه سه تا مرحله هستش که باعث استاپ هواپیما میشه. بله. چون مثل اتومبیلای مثلا تسلا یا اتومبیلای یه وقتی گازو نمیدین خود همین یه حالت ترمز بده. ولی اون لاین ایر که اندونیزیا بود، تو اندونیش قبلش سکوت شده، فلایت قبلش یه دونه خلبون که بود که وارد بود سیستم 737 که خاموش کرد اون آتو پایلوت MCS خلبانش آمریکایی بود. بله فکر می‌کنم خلبانش آمریکایی بود، دوره گذاشته بود در مورد سنتریس، ولی برای خلبان مال اینا بله. خانم سوزی عظیمی، برای ما توضیح بدین این جنرال، توی این 6 سالی که کار کردین برای بوئینگ و باعث شده که بتونن شما رو شناسایی بکنن و سوپروایزر بشین، واقعا نقش مهمی که توی این 6 سال داشتین چی بوده که باعث این شده، و کارهای مهمی که در این دیپارتمان انجام دادین؟ به طور خلاصه، شاید خیلی کارهای مهمی کردید. بله. که واقعا چشمگیر بوده، اما به طور خلاصه برای ما توضیح. بله. مهمترین تین تو بوئینگ هست، اگه فرست پاس سکسس داری برای دیزاین تو خیلی مهمه. چرا؟ بلکه مثل برای ساتلایت میفرسی تو فضا، دیگه کسی نیست اونجا درست کنه، برای همین خیلی مهمه quality over time and schedule هست. برای من خیلی خوب کارامو انجام میدم، تونم انجام میدم، بلدم با مردم، با همه مهندس ها دیگه، و که با مهندس مکانیک کار میکنیم، با مهندس متریال کار میکنیم، اینا خیلی دینامیک coordination بلدم اینجور منیج کنم و دلیور کنم پرادکت ها تو نیکس لیول یونیت، برای همین من انتخاب کردم که منیجر بشم. بله. بدونن که اون کامیونیکیشن رو دارید، ارتباط مستقیم با مهندسین دیگه که بتونین واقعا پروژه رو جلو ببرید. بله درسته. خب سوالی دارم در رابطه با کار خودتون. بله. بخش تلکامیونیکیشن. بله. سیستم، البته شاید نتونید جواب من رو بدید یا اجازه نداشته باشید، ولی کلا سیستم کامیونیکیشن بوئینگ آیا به حدی رسیده که بتونه دخالت داشته باشه رو تمام سابرهای
تلفن ها و تمام سیستم های مخابراتی. اون میتونم بگم اون کیپیبیلیتی داره و نمیتونم بگم اگه الان ببخشون در یه حدی میتونم سوال کنم. خب سوال دیگر من این هستش که در آینده چه تکنولوژی میتونه بیاد که از تکنولوژی که امروز هست برتر باشه، بهتر باشه؟ حالا من میخواست یه ویدیو نشون بدم که هواپیما میخوان فلای کنن تو اوربیت، تو سپیس. اگه میخواییم ویدیو تماشا کنیم، ولی اینجور تکنولوژی که پشت لیمیت باید بکنیم، هایر فریکونسی، بیشتر دیتا سندینگ از بالا تو گراند سیر، بله، تونتر، فاستر. هر جور دنیا که مثل اون موقع الان کنکشن نیست، الان کنکشن هست و این یه دونه شورت کلیپ هست که چه هواپیمایی مهم درست کنیم و اینا. نمیدونم اگه ویسش هست با ویس پخش بشه. It thrills the imagination and gives wings to possibility. Its footsteps fill history and its hands hold through our first century. آخرین مدل هواپیمایی که شاتر هستش که به صورت هواپیما ساخته شده که دیگه با اون به راحتی از زمین پرواز میکنن، دیگه مسئله به اصطلاح سفینه و اینا دیگه نخواهد بود، دیگه راحت میره جوم میگذرونه، میره وارد کره، به اصطلاح جو کره ماه قرار میگیره و تو کره ماه میشینه. درسته؟ بله، میخوان اینو درست کنم. البته چند روز پیش در اخبار NBC یا CBS بود اعلام شد که در سال 2024 فکر کنم بوئینگ داره این کار میکنه. بله، درسته. کارخونه بوئینگ شاتری رو داره درست میکنه که این شاتر به راحتی از زمین بلند میشه، میره جو و میگذرونه، میره و در کره ماه. یعنی دیگه شما لازم نیست دیگه به هاوایی برید، درستی مسافربریه. نه واقعا هواپیما مسافربریه، شاتره که شما رو میبره به کره ماه و در اونجا دو سه روزی میتونید سفر بکنید. و بعد چقدر طول میکشه از نظر زمانی؟ یعنی از نظر سپید برای اون تنده مثل... اما مثلا زمانش چقدر خواهد بود؟ اینا رو از اینجا هنوز اون هنوز نشده هنوز نشده. بلکه خیلی بیشتر این سخت ترین که از اینجا به فضا بری از جی فورس. سفینه هایی که بود، سفینه آپولو هایی که ساختن، آپولو هر کدوم بین 40 تا 48 ساعت طول میشه تا برسن. ولی هواپیما وقتی که میاد از 10,000 پا که میره بالاتر، وقتی به نزدیک 16-17,000 پا میرسی، همین هواپیمایی که ما سوار میشیم مسافر داریم، وقتی 10,000-15,000 پا رو رد میکنه، بالا دیگه فشار هوا نیست به اون صورت، بلکه سرعت راحت تری رو میتونه بره. یعنی اگه در پایین داره مثلا داره 50 مایل داره میره، وقتی که میاد به اونجا میرسه 500. اون قدرت که به موتور میاره مثلا 150-200 مایل. گرافیتیشنال فورس وقتی میرم بالا دیگه نیازی به زور به سر موتور نداره، خود موتور خودش اون زور رو داره. حالا یه شوخی هم بکنیم، من شنیدم کره ما دارن زمینا رو حراج میدن. پس بریم بخریم به اونجا میرسه. حالا آقای مهندس اردلان خیلی برای خریدن خونه رو زمین در روی زمین علاقمند بودن. الان دیگه میخوام یه حالت تفننی داده بشه، دیفرنت باشه، یه پاشون در کره ما کنید در اینجا سری به زمین ها و خونه ها بزن. آقای نادر رفی باور بفرمایید، همه چی امکان پذیر هست. شده دیگه، یعنی ما باورمون میشد که الان در عرض یه ثانیه با اینجا فیس تو فیس با هر کجای دنیا بتونیم ارتباط داشته باشیم. شما اگه یادتون باشه پس اینم امکان داره. همیشه تو صحبتامون جوک بود که میگن آقا مگه میخوای بری کره مریخ؟ یا مگه فلانی از کره مریخ اومده؟ این اصطلاح ما بود. بله، ولی الان ما رفتیم کره مریخ، خاکش هم چند روز پیش تو اخبار شنیدین که چند تا هواپیمای آمریکایی یک سفینه رو داشتن دنبال میکردن. خب پس یعنی این همش تو اخبار هستش که واقعا اتفاقا سوال من اینه. اتفاقا این آخرین سوال من میخواست باشه که چون از نظر ناسا و سازمان اطلاعاتی آمریکا نمیخواد یه مسئله رو سه بذاره روش و تایید بکنه، بله، در نتیجه یه چیزی هست
در این آسمان و کهکشانی که انقدر شما ستلایت گذاشتید. بله. و دوربین های ستلایت هست. بله. بله. آیا بوئینگ تا به امروز تونسته عکس برداری بکنه از الینت هایی که بهراب با سفینه های فضایی دارن میگردن؟ من به خدا اونو نمیدونم. ولی خیلی ها ما خیلی پیش رکن که بیم تو مخ. من یه دونه پروژکت داریم که ریوزابل استرونات مثل یه دونه سپیس شاتل هست که هی بره بیاد مخ. CST Starliner اگه نمیدونم نشید. نه خب اینم آیا دوربین های فضایی تونستن از سفینه های دیگر کرات عکس بگیرن یا برخوردی بوده بینشون یا خیر؟ من اونو نمیدونم. اون سوالو نمیدونم. برای چه فرشته خودشون سوال کنیم؟ مگر از این سوالا خیلی هست که ازش اتفاقا رب داره. برای که تمام ستلایت هایی که هست همه ستلایت هایی که رب پیدا میکنه به کارشون. اوکی؟ و آیا برخورد هایی بوده؟ برخوردی صورت گرفته؟ آیا عکس هایی گرفته؟ چون جمع در اون بالا هم داره عکس میگیرن. بله بله. آیا عکس هایی گرفته شده؟ چون الینت ها الان دیگه کاملا مشخص به سال 2000 که این در مکزیک در... نه در مکزیک نه که این سفینه رو با نیروی سولار بله فرستادن و داشته عکس میفرسته که بعد یه دفعه ناپدید شد. حالا بله. یا روی کوهی بود افتاده بوده یه چیزی شد. اون چیزی واقعا دستگیر شد تونستن یک مشکل پیدا کنن پیدا کردنش نه اما واقعا پیکچر درست و اساسی تونست بفرسته. البته میدونیم که گفتن امکان این که آب هستش در کره. درسته. آب اگه باشه خب اکسیژن هست. بله. اگه اکسیژن باشه پس حتما زیست هست. لایف هست. لایف هستش. بله. حالا به چه صورتی لایف باشه؟ بله. فعلا الان میگن مثل باکتریا هست اینا ولی مثل ایلین یا آدم هست هنوز ریپورت نکردن ولی از این سمال باکتریاز اینا که اونجا پیدا کنن هنوز الان اونا ریپورت میکنن ولی ما بستگی این دستگاه که ما درست میکنیم میدیم مثل به نسا اینا و دیگه به ما زیاد اطلاعات نمیدن که ما از این عکس گرفتیم و اینا. الان تو نسا میدونید چقدر ماشاءالله ایرانیای موفق داریم. اگه بتونیم به هر حال به وسیله شما دعوتشون بکنیم شما خیلی تری میکنیم اما خیلی بله. سخت جوابمون رو میدونم. من چند نفر میدونم ایرونی که اگه بتونیم دعوتشون بکنیم تو برنامه‌مون از این خیلی جالبه واقعا میتونیم خیلی اطلاعاتی که واقعا اونایی که نمیدونن هنوز بتونیم به بینندگان خوبمون اطلاع رسانی بکنیم. به غیر از آمریکا کدوم کشورهای دنیا حق فرستادن سفینه های ستلایت دارن که اونجا بتونه ستلایت اونجا شو بر بگیر؟ روسیه. یعنی روسیه؟ بله اونا هم خیلی قویه سپیس پروگرامشون. خب آیا در واقعی که میره در فضا بله جاهای مخصوصی بله. هستش بله. که با هم کانفلیکت نکنن؟ بله ستیشن رو بله اوربیت هم دارن لیو لو ارث ارث اوربیت نیو میدل ارث اوربیت بس جیو سینکرونس که با هر جا لوکیشنی هست با اون دنبال میکنه. یعنی اینو با خود شوروی که با روسیه ست کردن که در چه بخشی در چه ناحیه‌ای ساتلایتاشون کوردینیشن دارن کوردینیشن فضایی داشتن دیگه بله. یعنی این قسمت فری بله. هست یعنی اونجا با هم دیگه مرز گذاشتن. بله بله. چون بعد از جنگ ستارگان که در زمان ریگان بود این مسائل جنگ ستارگان بله. که تو فضا اینا با هم دیگه درمو کنن مخواست همونو بگم که تنها چیزی که خیلی دینجرس هست خطرناک هست همین جنگ ستارگان بله که همه ساتلایت ها رو نابود کنن و دیگه ما نه اکسس تلفن رو داریم کنکشن نداریم و اینا. هنوز هم هست هنوز اون سکیر هست چون قرار بود که استاپ بکنن از فرستادن هر مثلی مثلی برای که اونجا بره و درسته بگیرن. بله و همین خیلی رگولیشن هست الان برای ورلد واید برای سپیس. آیا کشور آمریکا با روسیه در رابطه با مسائل کامیونیکیشن با هم همکاری دارن یا خیر؟ من فکر نمی کنم ما مثل روسیا مثل ما انیمیشون هستیم الان
اگه اون یه جور سرلایت بهتر بفرستن ما میخوایم بهتر شو بفرستیم، اگه یکی رو بفرستن تو ISS International Space Station ما میخوایم بفرستیم بیشتر ریسرچ کنیم. بله خیلی اونا مهندس ها دارن اونجا بالا که ریسرچ میکنن، اختلاعی میکنن که مثل از طرف پزشکی یا مثل اتوموبیل نویگیشن سیستم خیلی ها ریسرچ میکنن. الان اخیرا چین شنیدم داره یه مقداری ماهان، بله ماهان involved میشن. این ISS station neutrale، با همه کشورها کار میکنی و همه ماجول خودشون قسمت خودشون دارن، ولی روسیه خیلی بیشتر اونجا هستن. خب یه سوالی دارم، آیا این دستگاه کامیونیکیشنی که شما دست فضا داری میتونه دسترسی به آیفون داشته باشه و تمام آیفون ها رو همه میشه میتونه کنترل بکنه کنترل یا کاراف کنن؟ نه، میتونه بیاد روی این سافر این شماره تلفن و تمام صحبت‌های ما رو ضبط بکنه. میشه. همچین چیزی هستش. میشه. یعنی این کد رو داره، کد آزاد داره که میتونه به راحتی بیاد. و اخیراً هم چند روز پیش تو اخبار بود که از اسرائیل یه نفر اومده که شما دارین تلفنتون رو لاک می‌کنی. این تلفن گم میشه، یکی پیدا میکنه، اون شخصی که این تلفن رو داشته لایک کرده دیگه نمیتونستن باز کنن. الان ایشون اینو میتونه اینو آنلاک بکنه. میشه. الان سه روز چهار روزه که این الان تو اخبار بود. مثلا آنلاک کنه. خب حالا میدن یه کد دیگه پیدا میکنن که نتونه. اون یعنی درست مسئله اصطلاحاتی هستش که چی میگن؟ اینی که آمپول میزنن برای چیز حفاظت بدن یه اصطلاحی داره. حالا به هر حال آنتی بیوتیک نه یه اصطلاحی داره. این مسئله نیستش که امروز بدونم، مسئله این که آیا میتونن برن تو کامیونیکیشن ما، میتونن کامیونیکیشن ما رو از بالا تحت کنترل داشته باشن؟ بله، ولی که تلفنمون دیپند میکنه به کامیونیکیشن. همه ساتلایت دیگه. ما نمیتونیم فایبر لی کنیم تو مثل اندونزی اینجا، نه سپیسش رو داریم نه پولش رو داریم، از همه از روی تست ساتلایت هست. همه چی بالا میره، از بالا پخش میشه. آیا کشورهای دیگه که به اصطلاح در هر جای دنیا هستن و از طریق کامیونیکیشن دارن ساتلایت کامیونیکیشن دارن استفاده میکنن، آیا به دسترسی اون تلفن ها میشه دسترسی پیدا کرد؟ نه، اونش فرق داره، بلکه ما یه دونه بندویت خودمون داریم که فرق داره به بندویت ماره کشوریه، مثل بگو ماره عربستان. بله. بعد از اون برم ما خیلی کدامون خیلی انکریپتد هست که از بالا میفرستیم پایین، انکریپتد هست، پروتکتد هست که کسی دیگه مثل از کشور دیگه نیاد تو انکریپت کنه، آنلاک کنه، take over control کنه تلفن ها، اینا کامیکیشن سیستم. خب یه سری عکس های دیگه هم برامون رو بگید چون وقتمون دیگه خیلی ماست. یه دونه ویدیو فکر کنم دوم هست ماره ساتلایت لب و نشون میده با SES کمپانی کار کردیم. این نیست، سومی. این هم ببینیم این چی هستش. میخواید صدا رو باز بذاریم. این ماره ساتلایت پلتفرم هست، با این مار سات کار کردیم، درست کردیم که تو لیو اوربیت هستش و این نزدیک 7000 کیلوگرم هست. یعنی چی؟ 7000 کیلوگرم که اینو بعد لانچ کنیم تو فضا. و دستای بلندش همش سولر پاور. اینو با یه سفینه نمیبرن، بلکه خود خود میبرن و با نه یک سفینه میبرن. بله. عجب، اینقدر قدرت داره که یه همچین همون. بله، اگه این قدرت داری میتونیم آدم رو ببریم تو فضا. چند تا آدم میتونیم، ولی این خب از نظر و این سپات رو میبینی، این کنکشن بیسته که میتونی ستیر کنی که هر جا کنکتیویتی میخوای. مثل هر وقت یه دونه اتفاقی شد تو هیتی، ما رو بوئینگ سالای استفاده کنن که اون کنکشن رو بفرستن به هیتی که اون رسکیو کرو بیاد تلفن بزنن به مردم برسن. و این همش 7000 کیلوگرم که میفرستیم فضا و 15 سال کم پان میشه؟ 7000 تا میشه 350. درسته؟ 15 سال طول کشید که 3500 پانده که میتونه بکشتش بالا. عجب، 15 سال و این کار کنه
دیزاین سایکل رو گذاشتم برای 15 سال عمرش رو بعد از 15 سال روز فضا ولش میکنم بره دیگه تو هر جایی که میخواد بره جانک میشه. دو سال طول میکشه که اینو درست کنیم، از اول ریکوایرمنت رو میگیریم تا آخر دلیوری به لانچ دو سال طول میکشه، نزدیک 400 میلیون دلاره تازه بیشتر. بعد متریالی که توی این استفاده میشه اون اونا چی هستش؟ اون مصالحی که خیلی مخصوصه بیشتر کجا؟ آهن معمولی نیست؟ نه آهن معمولی نیست چون همه زنگ میزنه دیگه. بله اونا همش زنگ میزنه. بعد خیلی سولر فلیر هست که میاد که به ساتلایت میخوره، برای همین خیلی شیلدینگ مهمه. خیلی متریال معمولی نیست استفاده میکنیم که خب یعنی جب که میخواد بگذره باید یه متریالی باشه که با اون آتیش خراب نشه. بله همون رزیست بکنه. بله همون رو دارم میگم. فشار هوا رو هم فشار هوا که بالا فشار هوا نیست. خب نه اما جنرال همون رد شدن از اون آتیشی که میگیره اون حرارت بتونه مقاومت بشه و خراب نشه. بریم یه فوتج دیگه ای رو نگاه کنیم. باشه. باشه. اینم از کارخانه بوئینگ. بله. این O3B تازگی ما الان باشون کار میکنیم که چه هست O3B؟ O3B کمپانی هست که مهان کامیکیشنه تلزون اینا مهان درست کنن. برای این اولین ساتلایت برای بوئینگ که ملتی ترابایت دیتا مهان ترانسمیت کنن برای همه جور دنیا مهان اینا کاوریج کنن. Directing bandwidth to customers, not empty territory. Empowering exponentially more people and businesses with more opportunities. O3b Empower, unleashing the potential of an empowered world. میاد سرطان زا هست. این چی شد؟ این ابسلیت شد؟ این هنوز سرطان میده؟ نه هنوز هست. و این از بس این ترانسمیت میکنه. میبینی تلفن اینجاست الان 5 تا تک شات داشته باشی یا یه دونه فیسبوک نوتیفیکیشن میگی این همش ترانسمیت. برای بدنمون خوب نیست که همیشه سیگنال میاد ترانسمیت میکنه. برای همین خاطر اینو میگم تو طرف دیگه زنگی هم که گذاشته میشه اونها همینطور اونها هم بده بخاطر اون اشیای ترانسمیت میشه. عکسای دیگه هم دارید که نگاه کنید؟ بله بله نگاه کنید تو عکسا بعد بریم فوتوهایی که هستش تا فوتو رو بخوان بذارن فکر میکنید؟ بله خب با هم میگم این یه دونه ساتلایت فول هست تو فضا اینمار یه دونه بوئینگ هست که میخواست نشون بدم چقدر بلنده بزرگه سه تا فوتبال فیلد میگن اینم برای ناسا بیشتر ما برشون دستگاه درست پون که بیشتر ریسرچ کنن یه دونه because of different gravitational force که تو سپیس هست they were able to find یه دونه material که میتونن کانسر زودتر پیدا کنن tissue marker اینم ساتلایت خودمون هست تو لب بوئینگ که دو تا ساتلایت روشن اتفاقا بله اینجا کارخونه اینم بله اینم اینجاست همین السگاندو هر وقت شما وقت دارین میتونیم تشریف بیاریم میتونیم شما تور گزارش تایید میتونم تور بکنیم این کارو حتما مرسی خانم بله سوزی عزیز این کمپانی دولتی بوئینگ یا کمپانی شخصی خصوصی پرایوت متعلق به شخصی اشخاصی چه کسانی الان صاحبش هستن کورپوریشنه بعد اون که کورپوریشن هست بار هلپ ماست بوئینگ این بار دیفنس بود اول مار هیوز بود بعد تازگی ها بوئینگ اومد این خریده مرچ کردن هیوز چی کار میکنه الان هیوز مار دیفنس بود بعد بوئینگ که مار هلپ ما بود این هیوز خریدن بعد مرچ کردن یعنی الان تمام هواپیمای جنگ اینا رو بوئینگ داره بود بله درسته ما همش دیفنس بود بله و کارهای ساتلایت هم داره ارتش برای ارتش و اینا بوئینگ هم برای ارتش هم برای کامرشال ملیتری اینا بله بله یعنی بوئینگ حرف اول داره میزنه واقعا هنوز حرف اول داره بله بیشتر کارخونه بوئینگ اکتیویتیش برای خود آمریکا هست تا بله. به غیر از هواپیمای جنگی که به دنیا داره اوردر میدن دیگه آل اوور دو ولی بیشتر هواپیمای مسافر برای اینا رو در آمریکا استفاده میکنه برای ایران های آمریکا بله. درسته و ایرباس و اروپایی ها استفاده میکنن درسته اون بله اون سری تکشه مثلا لوفتانزا رو من بوم ندیدم داشته باشه
من اتفاقا من تازه از مصر اومدم جای شما خالی، اونجا بوئینگ 787 داشتن، دریم لاینر لوفتانزا 787. بله ببین بوئینگ من میگم از نظر من هواپیماش بهتره، بلکه بیشتر افیشنته، ایرلاین ها بیشتر پول در میارن اگر یه دونه افیشنت هواپیما داشته باشن، کمتر پول، بله بیشتر آدم ها میتونی بذاری تو هواپیما. خب فرق 727 با 777 چیه؟ 777 بیشتر فیول افیشنته از 727، یعنی کمتر مصرف بنزین رو داره. هرچی بیشتر پرادکت لاین میاری کمتر مصرف بنزین هست، بیشتر میتونی سپیس هست مسافر بذاری، همش مهان پول در بیاری، بیشتر ریونیو برای ایرلاین ها سهم میکنن، جیگلور به سلام موتورهاشون رو یه مقدار کوچیک‌تر بگیرن و از لایتر اما اسپیس این صندلی ها نه واقعا خیلی هنوز دیگه، یعنی هرچی مدل بالا تعمیده بکنم سکویز بکنم این صندلی ها اونایی که قدشون بلنده خیلی برد. البته ایرباس با بوئینگ کامپیتیشن خیلی بزرگی داره و هواپیمایی که الان داره میده بیرون ایرباس خدمت شما عرض بکنم 800 تا مسافر جا میگیره، یعنی شما ببین دو طبره درست کرده دو تا برای چینی ها خوبه، دو تا هواپیما رو به هم وصل میکنه توسط یه به اصطلاح تونل، یعنی یه کار خیلی عجیبه. بله درسته، بله اونم خیلی خب خیلی ممنون از شما، مرسی، آرزوی بهترین ها برای شما دارم، برای همسر نازنینتون و من تبریکم داریم، برای خاطر همسر نازنینشون هم وکیل هستن، افتخار اینو داریم که دارن فقط برنامه ما رو تشریف میارن، هستن اینجا. بله برای خیلی ممنون، مرسی در شما در نکنه، برای پدر و مادر شما آرزوی بهترین ها داریم به خاطر چنین دختر خانومی که بابا به جامعه ایرانی تحویل دادن، که امروز یک دختر خانم ایرانی در یک اداره بسیار مهم کشوری مثل بوئینگ کار بکنه و نزدیک به 30 نفر هم زیر دستش کارمند باشه. اینا فکر کنم یه روز بشه 3000 نفر. باعث افتخار جامعه ایرانی است و لیاقت و شایستگی شما زنان ایرانی رو در هر جای دنیا نشون میده. برقرار باشید. مرسی از شما. مرسی. برقرار باشید. با امید روزهای بهتر و آینده روشن‌تر.